برق یکی از حیاتی ترین نیازهای بشریت، نیازی که با افزایش جمعیت و صنعتی شدن هرچه بیشتر جهان و افزایش مصرف، بسیاری از کشورها را با مشکل تهیه انرژی مواجه می کند. در سالهای اخیر دانشمندان به دنبال منابعی ارزان، سالم و نامحدود برای به دست آوردن انرژی الکتریکی هستند و یکی از این منابع خورشید است. صحرای نگف در جنوب اسرائیل، نور عظیمی که از ده ها کیلومتری چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و در بین مردم منطقه به چشم خدا معروف است، نیروگاه بزرگ اشلیم است. اسرائیل تقریبا 12 ماه سال را از خورشید تابان برخوردار هستش و دانشمندان اسرائیلی به خوبی توانستند که از این انرژی خورشیدی در کشورشان استفاده بکنند. چشمان خدا یکی از این نمونه های استفاده از انرژی خورشیدی است. نیروگاه اشلیم در حال حاضر با استفاده از انرژی خورشیدی تقریبا 2% از نیازهای انرژی الکتریکی در اسرائیل را تأمین می کند. در اوج قدرت ما 121 مگاوات برق تولید می کنیم که این حدوداً 2% از برق مورد نیاز اسرائیله. یعنی ما انرژی لازم برای 120 هزار خانواده را تأمین می کنیم. منظره آب گرم کن‌های خورشیدی بر بام خانه‌ها در اسرائیل سال‌هاست که جزئی از چهره شهرها شده است. در اسرائیل تقریباً تمامی خانه‌ها برای گرم کردن آب مورد نیاز خود از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند و برخی از خانه‌ها مانند خانه آلون فراگو در نزدیکی اورشلیم پای را فراتر نهاده و تمامی برق مورد نیاز خود را از خورشید تهیه می‌کنند. اینجا پشت بام خونه شخصی منه و تمامی پشت بام همینطوری که می‌بینید پر از شیشه‌های جذب انرژی خورشیدیه که برق تولید می‌کنه. من نه تنها اینجا پولی برای مصرف برق نمی‌دم، بلکه از شرکت برق ماهانه پولی هم به خاطر تولید برق اضافه دریافت می‌کنم. خیلی از خونه‌های این دور و بر هم همین کار رو کردن، چون هم مقرون به صرفه است و هم به محیط زیست کمک می‌کنه. اسرائیل کشوری است که از منابع طبیعی نفت و زغال سنگ بی بهره است و همین امر تلاش دانشمندان برای تهیه انرژی‌های جایگزین را افزایش داده. انرژی‌هایی که نه تنها می‌تواند نیاز بشریت به منابع محدود انرژی را کاهش دهد، بلکه از آلودگی محیط زیست هم جلوگیری کند. بابک اسحاقی، اسرائیل.